يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتينك ولا يأتين ببهتان ولا يهتين ببؤتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. صدق الله خالقنا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ای دوازده از سوره ممتحنه به حضور مبارک شما تلاوت شد. الله عزوجلال در اینجا خطاب به پیغمبر می فرمایند: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات. این موضوع که امروز بیان می گردد واقعی است که در روز فتح مکه رخ داده. سال ششم هجری حضرت رسول الله با تعداد که نزدیک به 1500 نفر بودند برای قصد زیارت خانه کعبه به مکه رفت. تا 20 کیلومتری مکه رسیدن. از مکه تا مدینه حدود 450 کیلومتر است. اونجا که رسیدن مشرکین مکه مانع وارد شدن حضرت رسول الله به شهر مکه و مانع زیارت آن حضرت صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه شدن. در سورة فتح آمده واقعه معروفه. در اونجا بود که مشرکین حضرت رسول الله را و اصحابش را برای زیارت خانه کعبه نگذاشتند و همونجا صلح حدیبیه رخ داد و پیغمبر بدون اینکه حج عمره انجام بدهند از 20 کیلومتری شهر مکه دوباره بدون حج و زیارت به طرف مدینه برگشتند. این مسئله برای مسلمانان خیلی سنگین تمام شد. همون بود که در مسیر الله عزوجلال سوره فتح فترا نازل کرد: انا فتحنا لك فتحا مبینا. این صلح اگرچه به ضرر شما تمام شد اما این فتح مبینی هست. و اون صلحنامه ای که به مشرکین رسول الله صلی الله علیه وسلم بسته بود مشرکین نقضش کردند، شکستند، پایبند به اون صلح نشدند. همون بود که در سال هشتم هجرت حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم دید که اونا عهد شکنی و پیمان شکنی و صلح‌نامه را شکستند و لشکر حدود 10,000 نفر
پیغمبر از مدینه به راه افتادند و در نزدیک مکه رسیدند. در اینجا بود که مردم مکه خبر شده بودند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میان. شبانه رسول الله اونجا رسیده بودند. رسول الله فرمودند که شما هر کدام یک آتش روشن کنید. خب 10,000 نفر وقتی که 10,000 آتش روشن کردن خیلی زیاد بود. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه، ابو سفیان به اون گفت که رئیس مکه بود، سردار مکه بود، به اصطلاح امروزی لیدر مکه بود، و بیا بریم نگاه بکنیم. وقتی دید گوینا همه لشکریان برادرزاده شما هستند. یک روب و وحشت عجیب در دل ابو سفیان افتاد و بیا بریم امشب برای من در منجا بیرون از مکه پناهندگی بگیر، من پناهنده رسول الله میشم. اونجا که رفتن به هر حال به رسول الله رسید و گفت بیا که من آمدم و تسلیم شدم. رسول الله هم گفت که منم شما را عفو کردم. اشخاص مانند حضرت عمر رضی الله عنه چشمش به ابو سفیان افتاد، حرکت کرد که با شمشیر این را میزنم، خودش آمده. حضرت رسول الله فرمود نه، من اون را تسلیمیش را و اسلامش را قبول کردم. وقتی که برگشتن پیام رسول الله صلی الله علیه وسلم برای مردم مکه دادن و هر کسی که داخل خانه خودش باشد در را ببندد، ما با اون کار نداریم. هر کسی که داخل مسجد الحرام برود با اونم کار نداره، و هر کسی که در خانه ابو سفیان برود با اونم کار نداره. خانه خودش مأمن اون شخص، مسجد الحرام مأمن اشخاصی هست که اونجا پناه ببرند، و همچنین خانه ابو سفیان. وقتی که ابو سفیان برگشت و با خانومش که هند بنت عتبه باشد این مسئله را در میان گذشت، ناراحت شد و درگیر شد و حتی بعضی میگویند کتککاریش کرد که تو با محمد رفت صلح کردی صلی الله علیه وسلم. و به هر حال چاره ای نبود. فردایش همون بود که لشکر رسول الله صلی الله علیه وسلم وارد شهر مکه شد. حضرت سعد شعار میداد که الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقامه. اینایی که چندین سال ما را شکنجه و آزار دادن، اینایی که چندین جنگ با ما رد و بدل کردن، اونایی که دو سال پیش از این ما را برای زیارت خانه کعبه نگذاشتن، ما به حساب اینا میرسیم. آمدن شعار حضرت سعد را برای پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود الیوم یوم المرحمه، امروز روز مهربانی و رحمت هست، نه یوم الملحمه. همون بود به اون روالی که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن. لشکر رسول الله وارد شهر مکه شد بدون اینکه خون ریزی بشود. مکه را فتح کردن. مکه را که فتح کردن، تعدادی را که یک مقدار سرکشی کرده بودند اونا را صحابه گرفته بودند، دسته اونا بسته در صحن مسجد الحرام آوردن. رسول الله فرمود که فکر و خیال شما چیست؟ اونا جواب دادن که ما اسیر هستیم اما به دست انسان مهربان و کریمی.
که توی پیغمبر باشی. همون جمله‌ای که برادران یوسف گفته بودند برای یوسف که استغفار کن برای ما، انا کننا خاطئین، برای ما استغفار کن، ما خطا کردیم، اشتباه کردیم. رسول الله فرمودند لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لكم. من با شما سخت بگیری ندارم، هیچ مشکلی برای شما نیست، خداوند گناهان شما را عفو بکند، اینا را آزاد کنید، اینا طلقا و عتقا هستند، اونا را آزاد کردم. در اینجا بود که فتح مکه به خوبی انجام گرفت و رسول الله با مردهم بیعت کردند و بالای کوه صفا رفتن و اونجا زنان را خواستن که با اونا بیعت بکنن، زنان مکه را که تازه مسلمان شده بودن. علمین آیه 12 که من به حضور شما خواندم، خداوند اینجا دستور برای پیغمبر داد که یا ایها النبی، ای پیغمبر من، اذا جاءک المؤمنات، وقتی که زنان مؤمن جای شما بودن، اون روز مسلمان شده بودن، اذا جاءک المؤمنات یبعینک علی ان لا یشرکن بالله شیئا، شش پیمان از اونا گرفت. یک، شرک نکنید. دو، دزدی نکنید. سه، زنا نکنید. چهار، فرزندان خود را نکشید. پنج، تهمت و افترا و بهتان نگویید. و شش، نافرمانی من پیغمبر را نکنید. هر دستوری که من میدهم اون را اطاعت بکنید. ولا يعصينك في معروف فبعيهن، خداوند میفرما که این شش شرط را قبول کردند، با اونا بیعت کن و استغفر لهن الله، تو پیغمبر برای اونا استغفار کن، ان الله غفور رحیم، خداوند غفور رحیم. این شش شرط، ضمن اینکه اونا مؤمن بودند، مسلمان بودند، بعضا برای اینکه تأکید بشود الله عز و جلال این آیات را نازل کرد و اینا شرایط بیعت هستند، اونایی که آل طریقتن و بیعت میدهند باید امین شش شرط را بگذارند. امام ربانی رحمه الله در مکتوبات خیلی مفصل اینا را توضیح داده که شرایط بیعت نسوان و این عنوان مکتوب دارند، اینا را یکی یکی توضیح داده خیلی مفصل. علاوه این که شرک نکنند، حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایند که من خودم سوال کردم یا کسی سوال کرد از رسول الله که ای الذنب اکبر، کدام گناه بزرگ هست؟ رسول الله فرمود ان تجعل لله ندا وهو خلق خلقک، برای خدا شریک قرار بدهی در حالی که الله شما را خلق کرده، اینه برای خدا شریک قرار ندهی. دوباره گفتم ای یا رسول الله، بعد از اون خدا و ان تقتل ولدک خشیت عیوت امام اک، دوم قتل نفس هست، اینه بعد از شرک و کفر بزرگترین گناه کشتن یک انسان بی گناهی هست، یکی مرتکب قتل بشود. ثم ای رسول الله، بعض اون کدام گناه؟ و ان تزنی حلیل تجارت، این که زنا بکنی خصوصا با زنی که زنی همسایه شماست. از رسول الله آیه که در سوره فرقان هست اون را خواندم، والذین لا یدعون مع الله الا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون، اون آیه را خواندن به عنوان استشهاد که اینا گناهان کبیره هستند. حالا قتل اولاد
ترین جا آمده خب در زمان جاهلیت بسنه و فرزندان خود را می کشتند. یکی این که چنانچه که در سوره انعام هست شیطان اونا را فریب داده بود که حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام که پدر بزرگ شما مگر اسماعیل را نظر نکرد و نبرد برای کشتن، گفت چرا؟ گفت شما میاید فرزندان خود را نظر بکنید و بکشید. حتی میگو عبدالله که پدر گرامی حضرت رسول الله باشد، عبدالمطلب اون را نظر کرده بود که بکشد. بعدا میگوین 100 شطور به جایش قربانی کرد که رسول الله در بعضی اوقات میکنند انا ابن الذبیحین، من فرزند دو ذبیح هستم، یکی حضرت اسماعیل یکی پدرم عبدالله. اینطوری رسمی که نه سنت خلیل میدانستند به گردن اونا افتاده بود در زمان جاهلیت. و دوم اینکه از گرسنگی که اینم در دو سوره آمده، در سوره انعام و هم در سوره بنی اسرائیل که ولا تقتلوا اولادکم من املاق یا من خشیت املاق، از ترس گرسنگی بچه های ما زیاد شدن نمیتوانیم اینا را اداره بکنیم و روزی برسانیم برای اینا، پس چند تایی را بیا بکشیم. خداوند فرمود ولا تقتلوا اولادکم من املاق او من خشیت املاق، هر دو تا در قرآن آمده. سوم اینکه دختران را زنده به گور می کردن که اینم در قرآن آمده چند اینجا، از الموعودت و سئلت به ای ذنب قتلت، اون دختری که زنده به گورش می کردن روز قیامت از اون الله عزوجلال سوال می کند که شما را به چی گناهی کشتن. وادل بنات بود. اذا به این سه تا موضوع خداوند فرمود ولا یقتلن اولادهن، فرزندان خود را نکشند. و در اون حدیث ابن مسعود هم آمد که ان تقتل ولدک خشیت عیوت عمماک، فرزند خود را بکشی از ترس اینکه به امرای تو تکه نانی میخورد. این قتل اولاد بود. و مسئله پنجم ولا یأتین ببهتان، بهتان نگویند، افترا نکنند. یک مسئله ای که بشریت انسانیت اون را نمیپذیرد افترا و بهتان هست. یکی گناهی میکند اسمش را میبرند، اونطوری ناراحت نمی شود، می دانند که من گناه را مرتکب شدم. یک انسانی که اصلا گناه را مرتکب نشده ابترا و تومت می زند. حالا یکی برای حقوق خودش سر و صدایی می کند که حق من ضایع شده، که لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، یکی مورد ظلم واقع شده سر و صدا می کند، ما به اون دیگه تهمت بزنیم. چنانچه که امروز رسم خوده کسی که سر و صدای میکن میگه این تجزیه طلبه، این تروریست فلانه، نه تجزیه در کار است و نه تروری، بلکه اون بر اون ظلم شده، این ظلم صداش را بلند کرده. ما به اون ضمن اینکه بر اون ظلم میکنیم تهمت و ابترام به اون بزنیم. همین را خداوند می فرمان که ولا یأتین ببهتان یبتغینه بین ایدیهن و ارجلهن، این کنایه از این است که از پیش خود این را درست می کنند، خودشان این طوری می اند و برنامه ریزی می کنند که بله ما می خواهیم که این عمل خود را، این ظلم خود را، این کارهای ناشایسته خود را توجیه بکنیم، بیان ابتراعات تهمت‌های را برای مردم یا برای فلان شخص بسازیم که خداوند را نهی کرده. دستور پنجم است در این آیه. و دستور ششم ولا یعصینک فی معروف، ای پیغمبر نافرمانی شما را در کارهای معروف نکنند. اینجا سوالی است مگه پیغمبر به منکرم امر میکرد؟ هر چیزی که پیغمبر میگفت سراپا معروف بود،
امر و نهی پیغمبر همه معروف بود، ما چرا اینجا این جمله آمده که ولا یعصینک فی معروف؟ این برای این است که افراد مغرور نشوند وقتی که ما در مسند قدرت هستیم. حرف ما حرف اول کشور است یا حرف اول این روستا یا حرف اول این جا هست، اونا مغرور نشوند که اونا معصوم هستند. این پیغمبر بود که معصوم بود. بعضم خدا میگوید میفرماید که ولا یعصینک فی معروف. پیغمبر همه حرفهایش اعمالش همه معروف بودند، اما اینجا این جمله را گفته گویا که این خطاب به ما هست که شما وقتی که به یک جایگاه رسید خود را معصوم حساب نکنید، خودت تبرئه از زیر بار رفتن اون اعمالی که انجام می دهید خود را تبرئه نکنید. پیغمبرم اگر خدای ناخواسته علیعذ بالله به یک چیزی که خلاف شرع بود دستور داد، بعدم خداوند می فرمایند که اطاعت پیغمبرم لازم نیست، در حالی که پیغمبر به اون پوری چیزی دستور نمی داد و نداده است. پس ما نگوییم که ولایتی که ما داریم این بدون چون و چرا هست، ولایتی که ما داریم مطلقا هست. پیغمبر ولایت مطلقا نداشتن، حضرت رسول الله بدون دستور خداوند هیچ چیزی را انجام نمی دادن، هیچ چیزی را انجام نمی دادن. یک روز رسول الله صلی الله علیه وسلم یک شیء را بر خود حرام کرد، حالا این کنیزش بود، عسل بود، میخواست که بعضی از خانمهایش که ناراض شده بودند اونا را راضی بکند، یک شیء را بر خود یا از کنیز یا مطابق روایتی که میاد در تفاصیل ماریه قفتیه را یا عسل را بر خود حرام کرد. حضرت الله عز الجلال فرمودند یا ایوه النبی لما تحرم ما احل الله لک، چرا حرام میکنی اون چیز را خدا حلال کرده بر تو؟ اجازه این را نداره، این پیغمبر هم اجازه دارد که حلال خدا را حرام قرار بدن یا برعکسش. لما تحرم ما احل الله لک، پس اینجا معلوم شد که پیغمبر از چی میگوید. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَىٰ، از هوای خودش صحبت نمی کرد. می فرمان که فَبَعْيُهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهِ، و پیغمبرم مالک نفع و ضرر نیست، گناهان را خدا مغفرت می کند، پیغمبر مغفرت نمی کند. پیغمبر فقط به حیثیتی به عنوان یک دعاگو هست که وقتی اونا با تو بیعت کردن این شرایط را پذیرفتن، پس شما برای اونا فقط استغفار بکنید، خداوند گناهان شما را مغفرت بکند. ظاهرا با من بیعت کردید، این شش چیز را پذیرفتید، اما مغفرت در اختیار الله عزوجلال است، در اختیار من نیست. لیس لک من الامر شیء، اون خداوند درباره پیغمبر گفته تو هیچ اختیاری نداری، حرام و حلال هم در اختیار پیغمبر نیست. پیغمبر نمیتوانست از بیت المال به اندازه پشم یک شطوری را پیغمبر جا به جا بکنه به غیر از جایش بده. ما کان للنبی یغل و من یغلل یأتی بما غل یوم القیامه، یک روسری یک به اصطلاح چارغدی گم شده بود، همه گفتم پیغمبر برای خود این را گرفته، در سوره آل عمران است. خداوند فرمود نه، پیغمبر در بیت المال خیانت نمی کند، هر کسی که خیانت بکند اون خیانت به گردنش از روز قیامت میاد. خیانت کردن در بیت المال خیلی مسئله سنگینی هست. من همیشه میگویم که بیت المال را افراد مال البیت حساب نکنن، مال خود اونا نیست، مال پدر اونا نیست، این مربوط به همه مردمه.
مربوط به همه مردم، حتی پیغمبرم جا به جای اون را اجازه ندارد مگر به جایش مصرف بکند، به جایش بدهد اون را. و در اینجا وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، همین نقطه را که پیغمبرم اگر یک چیزی که علیاذ بالله خلاف شرع بود دستور داد، میگه امرش مورد اطاعت نیست. یکی آمد جای پیغمبر، از مرز ایران برگشته بود، آمد دید که اینا برای مرزبان خود سجده می کنند و گفت که ای پیغمبر اجازه بده که ما برای شما سجده بکنیم، چون من در ایران رفتم، مرز ایران دیدم که سربازا زیر دستان برای مرزبان خود، برای رئیس خود سجده می کنند. رسول الله فرمود آیا وقتی که من بمیرم قبر من سجده می کنی؟ گفت نه. پس سجده کردن خود منم جایز نیست. اگر من کسی را امر می کردم که برای غیر خدا سجده بکند، خانم ها را می گفتم که برای شوهران خود سجده بکند. و این دستور هم پیغمبر نداد. این دستور رسول الله صلی الله علیه وسلم نداده است. و در اینجا یک نقطه تفسیری را اشاره می کنم که ما یک توهینی به حضرت ابو سفیان و معاویه و همسر ابو سفیان که مادر معاویه باشد، ما زمان توهینی شده بود، من جواب دادم، گفتم امین آیا خودش نشانگر این است که نه مؤمن هستند؟ اذا جاءک المؤمنات، اون خانم هایی که آمدن ریاست اون خانم ها را هند بنت عتبه داشت، پس جز مؤمنات چطوری خدا میگن جز مؤمنات ما اون را بیاییم؟ حتی خودش هم اظهار پشیمانی کرد، خود را پیچید که رسول الله اون را نشناسد. و چون خانم جریع بود، سخنور بود، وقتی صحبت شروع کرد رسول الله شناخت اون را، گفت تو هند بنت عتبه هسته و رسول الله هم چیزهای گذشته اونا را معاف. اشاره به طرف جنگ احد داشت، اونا را معاف کن. و امر را خداوند فرمودن که اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا، در دین خدا اونا پوچ پوچ گروه گروه داخل شد. که آیات زیاده در این موضوع هستند که من دمان اونا را گفتم. پس جز این مؤمنات که بود، در رئیس و لیدری اون مؤمنات که بود هند بنت عتبه بود، و پیغمبر برایش استغفار کرد و استغفر لهن الله ان الله غفور رحیم. اون که غفور رحیم خدایه، دیگران غفور رحیم نیستند، اونا فقط الله هست که گناه را مغفرت می کند و مهربان است و می بخشند. و در اینجا من مسائل را می گویم، این آیه را انتخاب کردم برای این که الله عزوجلال به زنان شخصیت داده، از نظر دین و اسلام تقوا ملاک هست، جنسیت ملاک نیست که این زن است یا مرد است، پیر است یا جوان هست، عرب هست یا عجم هست، چه نژادی است، اون ملاک نیست، بلکه با عزت ترین در نزد خدا متقی و پرهیزگاران هستند، اونایی که پرهیزگار ترین باشند. شخصیت زن و حقوق زنان از نظر قرآن که امیر آیه نشان میدهد که پیغمبر برای اونا به عنوان یک شخصیت و به عنوان این انسان هایی که انتخاب به اختیار خود اوناست، اختیار به خود اوناست. حتی در کتاب های فقه هست که خانم در انتخاب شوهر مختار هست، مگه اینکه کفش نباشد
یک عیب و ننگی برای اعضای خانواده اش باشد، اینجا خانواده فقط میتونن نظر بدهن که این مناسب نیست. اما هیچ پدری، هیچ پدر بزرگی، هیچ ولی و وارثی نمیتواند یک خانم را به اجبار به نکاح کسی در بیارد. این اصلا از نظر شرعی اون نکاح باطله. اعتراض کرد میتواند اون نکاح را به هم بریزد. راضی شده بعدن دیگه ناراض شدنش فایده ای ندارد. حالا این شخصیت زن و حقوقش چه حقوق شخصی باشد یا اجتماعی باشد، حتی سیاسی باشد، در اختیار خودش هست. و در صدر اسلام رسول الله با زن و مرد و پیر و جوان و با هر شخص مستقیم ارتباط داشتند. حتی یک خانم یک مسئله ای را میخواست سوال بکند، میرفت در خانه پیغمبر، مستقیم میرفت با پیغمبر اون مسئله را در میان میگذاشت. هر نوع مسئله ای بود و پیغمبر جوابش را میداد. دسترسی برای مؤمنان به رسول الله مشکل نبود. به دربار خلفای راشدین و منطوری کسی که مسئولیت دارد باید صدای همه را بشنود، حرف همه را گوش بکند، چنانچه که رسول الله و خلفای راشدین در صدر اسلام بودند و ارتباط داشتند و اظهار نظر می کردند. وظیفه دیگری که رسول الله داشت این بود که به مؤمنان چه زن و چه مرد اخلاق نیکو را یاد بدهد، تعلیم بدهد. و یعلمهم الکتاب والحکمه. یکی از اون همین است که شرک نکنید، دزدی نکنید، زنا نکنید، قتل و غارت نکنید، ابترا نگویید، نافرمانی رسول الله را نکنید. و چیز خیلی جالبی هم میگه که شرک نکنید، این اساس دین ما این است که فقط خدا را پرستش بکنه عبادت. دزدی نکنید، این است که حفاظت مال مردم بشود، حفاظت احترام مال مردم را داشته باشید، به دزدی و غیره نخورید اون را، دزدی و رشوه و غیره. و زنا نکنید، اینجا نسل مسلمانان را به هم نریزید. قتل نکنید، انسان ها را از بین نبرید، و همچنین تهمت و افترا. و رسول الله تهذیب اخلاق را به زنان و مردان جدا جدا یاد می دادند و بیان می کردند. معلم همه بود رسول الله. و یعلمهم الکتاب و الحکمه. و این است که جای پیغمبر می آمدند، حتی در همون جلسه اظهار نظرهایی را هند بنت عتبه کرد که پیغمبر صلی الله علیه وسلم اون را راهنمایی کرد. و مسائل دیگری که امروز لازم است بگویم، یکی این است که در کشور ما الان سر و صداهای شروع شده، حرفهایی هستند، مردم چیزهایی میگویند و باید با تعامل با مردم برخورد کرد. فشار فیزیکی بر مردم سبب افزایش تنفر می شود، مردم بیشتر نفرت می کند. اگر ما می گفته سادی یک پیلی را می توانیم با احسان پشت سر خود بیاریم، اما یک بزغاله ضعیف را نمیتوانیم با تناب اینا بکشیم ببریم. تناب احسان به گردن هر کسی باشد اون مطیع شماست، اما فشار در هیچ جایی فایده ندارد. پس ما باید در اعمال خودمان فکر بکنیم که چرا مردم از ما تنفر پیدا میکنند.
یک چیزی که برای من سبب تعجب بود در هفته گذشته بود که من گفتم که این تیم فوتبال ما شکست خورده بود و شکست را به پای انگلیس و اسرائیل و سعودی قرار داده مگه در میدان فوتبال هم اونا نفوذ دارن که بیان توپ را به دروازه داخل بکنن من گفتم اینا واقعا خنده‌آور هستند که یک روزنامه این را تتر میکنن کجای دنیا مرسوم است من خودم واقعا شرمنده شدم وقتی دیدم که تیم ما شکست خورده مردم شادی میکنن این کجای دنیا مرسومه که فوتبال ما شکست بخورد مردم بیاندوم شادی میکنن پرچم به امریکا را بلند این جوان 12 ساله و 15 ساله و 20 ساله این امریکا تربیت نکرده این در دبستان ما بوده در مدرسه ما بوده در دبیرستان ما بوده در دانشگاه ما بوده من طوری غافل بودم که در این امریکا من نفوذ کرد و ما خبر نشدیم پس ما بیایم اعمال خود را نگاه بکنیم این طوری خود را به خواب غفلت نزنیم پس فشار فیزیکی بر مردم تنفر را افزایش میدهد نه اینکه مقبولیت ما را افزایش میدهد صدای مردم را شنید همیشه تاکید ما از همون قدیم رد بوده که صدای مردم را ما گوش میکنیم اگر ما صدایش را گوش نکنیم اون فریاد خود را به دشمن میرسان ما اگر صدایش را گوش نکنیم فریادش به دیگران میرساند بعدا ما میگویم تو بیگانه پرستی نه ما صدایش را ما میتوجه بودیم ما به اون رسیدگی نکردیم و همچنین صدور حکم اعدام اعدام هایی که امروز علینا یک امامه من ریکه زده و انزل شرعی من چی کار بکنه یکی به من دشنام میدهد بهترین جمله این است در سوره النحل آخر سوره النحل هم هست که اون به من بیادبی کرد من صبر بکنم واصبر وما صبرك الا بالله اگر صبر نکردن همون انداز من اجازه دارم جمله ای که به من گفته امون را بگویم اگر چیز اضافه کردم من میشم ظالم این صدور حکم اعدام و فورا این مهر محاربه زدن و مفسد فی الارض واقعا برای ما خیلی مشکل هستند که ما بگم فلانی مفسد فی الارض فلانی محارب هست اونجا که انما یحاربون الله و رسوله و شان النزول و نایر ما نگاه بکنیم که محاربه در چه صورتی هست مفسد فی الارض در چه صورتی هست گروه آمدن جای پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایمان آوردن مریض شدن در مدینه پیغمبر فرمود شطرای بیت المال فلان جا هستن برید اونجا آب و هوای عوض بکنید از شیر شطر و از اون دواها بخورید تا خوب بشوید اونا خوب شدن اون ساربان رسول الله چوپان شطرها را به خیلی وجه فضیه کشتن اونا کشتن شطرها را برداشتند و فرار کردند پیغمبر خبر شد که اونا آمدن اونجا خوب شدن ساربان را کشتن نگهبان شطرها را بردن این آیه نازل شد که انما یحاربون الله و رسوله تعالی در سوره مائده هست اونجا شان نزول این آیه نگه اونا آدم کشته بودن اونا شطرهای بیت المال بردن جنایت هایی کرده بودند پیغمبر گفت اینا محارب هستند با خدا و رسول می جنگند رهزنان کردن برن سر گردن را بگیرند و کاروان ها را بزنند و مردم را لخت بکنند اینا حکم محاربه را دارند ها
اما یک کسی که اعتراض میکند عمل کرده خود من درست نباشد اعتراض میکند ما فورا این حکم محاربه را به اون بدهیم که واقعا مشکل هست و مسئله دیگری که واقعا امروز ما را رنج میدهد این ترورهای هستند که در بعض جا رخ میدهند حالا این چه ترور عالم شیعه باشد سنی باشد سفید ریش باشد انسان عادی باشد اینا شاید هدفمند باشند بعض افراد میخواند که این کارها را انجام بدهند تا جنگ های قومی و قبیله‌ای و مذهبی را به راه بیاندازند باید مردم ما هوشیار باشند مردم ما هوشیار باشند که اینجا فریب نخورند یکی میاد یکی را بیگناه میکشد همین هفته یک مولوی حافظ قرآن بود حافظ قرآن بود کریم بخش صفائی فامیلش صفائی بود ما خبرایش را گرفتیم بچه ها خبرایش را گرفتیم من گفت من نمیشناختم این بنده خدا را این چی کاره بود اینا ترورش کردن کشتند اون را و یک حافظ قرآن بود 40 سال است که فقط شاگردان را حفظ قرآن تعلیم داده هیچ مسئله ای نداشته مدرک منطقه ای مانند مهرستان بعد از نماز ترور می شود و به شهادت می رسد الله چه هدف اینجا دنبال می شود ما باید هوشیار باشیم یکی نخواهد خدا نخواسته به در میان ما جنگ قومی بیاندازد جنگ مذهبی بیاندازد جنگ تیره‌ای و قبیله‌ای به راه بیاندازد پس ما باید خیلی هوشیار باشیم که یکی را دیگران کشتن چند تا را ما نکشیم اینا خیلی شاید هدفمندانه اینا دنبال بشوند باید مردم ما توصیه میکنیم که هوشیار باشند مسئله دیگری که در اینجا هست شخصیت مولانا هست حضرت مولانا از زمانی که ما طلبه بودیم من اون را میشناسم شخصیت نیست که کسی اون را تخریب بکند این شخصیتی نیست چون ما نمیگویم که معصوم هست ما از ابتدایی که اون طلبه بوده و آمده مدرس شده و الان مدیر مدرسه و امام جمعه هست و نزدیک به 50 سال بیشتر خدمت میکند از 50 سال بیشتره و هیچ کسی برایش هیچ عیبی نتوانسته تا امروز پیدا بکند خداوند اگر معصوم نیست محفوظ نگاهش داشته امروز هیچ کسی نمیتواند مولانا را تخریب بکند قبلا شاید میشد که چیزی میگفت چون شاید اون مردم زایدان مولانا را میشناختن یا در بلوچستان میشناختن اما امروز که مولانا شخصیت جهانی شده مگر کسی میتواند که اون را تخریب و بدنامش بکند اصلا و ابدا تکبیر و این احسان خداوند است که تعز من تشا و تذل من تشا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر عزت را خدا میاره ذلت را هم خدا میاره گفته سعدی عزیزی که از درگاهش سر بتابت به هر در که رفت هیچ عزت نیافت یا کسی از درگاه خداوند سر به تافت هیچ عزت ندارد اما خداوند وقتی که کسی را عزت بدهد اون عزت خدایی اصلا فراموش نمی شود از بین نمی رود من در موسم حج حج الاسود را می دیدم که همه به طرف اون می روند تا ببوسند به کعبه می چسبیدند
هر دو تا سنگ بودند، هم کعبه سنگی بود و هم حجر الاسود. این عزت خدا به اون داد، به این سنگ این عزت خدا داد که همه میخوان استلام بکنند، همه میخوان ببوسند. ما وقتی که رفتیم در منا، اونجا هم همین سنگ بود، دیدیم همه عنوان نماد شیطان اون را میزنند، اون سنگ را رجم میکردند، اما این سنگ را خدا عزت داده بود میبوسیدند. و این کلام قطعی من هست که انشاءالله خدا این تکذیب نکند، چراغی را که ایزد برفروزد، هر آن کس پف کند ریشش بسوزد. تکبیر اون چراغ خاموش نمیشه، اون چراغ خاموش نمیشود، اون عزتش انشاءالله از طرف خدا هست و خداوند همونطوری عزیز نگاهش دارد. و همونطوری که بارها گفتم برای مردم ایران، برای آل سنت، برای قوم بلوچ، مولانا عبدالحمید خط قرمز همه ماست. تکبیر و نکته ای که میگویم این که ناحق انسان را متهم کردن یا فوراً حکم اعدام صادر کردن، این دیانت خود ما را، عدالت خود ما را زیر سوال میبرد. چرا قرآن گفته ولا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. این آیت اونجا در قرآن مجید آمده، اونطوری که من میدانم اینکه ما کسی اگر عداوت و بغض و کینه داشتید، اون عداوت سبب نشود که شما بر اون ظلم را روا بدارید. میگه عادل کسی هست که نزدیکترین فرد اون از عدالتش بترسد که من را محکوم میکند، و عادل کسی هست که لجبازترین دشمنشم به عدالت اون امید داشته باشد که از عدالت عدول نمی کند. عدالت اون هست. اگر من با کسی یک خدای ناخواسته مثلا جزئی داشته باشم، اگر من بیام بر علیه اون حکم صادر بکنم، این دور از عدالته، این دور از عدالت هست. عدالت من دوست و دشمن من را، دوست و دشمن من را برای من یکسان قرار بدهد، که دوست از من توقع داشته باشد و دشمنم از من خوف داشته نباشد. میداند که عدالت در اختیار اون هست و تخطی از عدالت ندارد. و شخصیت مولانا شخصیت بسیار بزرگی هست. مسئله دیگری که متاسفانه باید اون را بگویم این است که جمعه خونین دوباره در زاهدان تکرار شد، 4 نفر دیگه شهید شدن، و بلکه انتظامات مسجد مکی که برای نظم و انتظام مردم آمده بودند، اونا مورد هجمه قرار گرفتن، که همه علمای بلوچستان، همه سفید ریشان، همه انسان هایی که واقعا انسانیت در وجود اوناست، که این مسئله را هم محکوم کردند و محکوم هست. تکبیر الله اکبر الله اکبر. و الله عزوجلال مولانا را حفظ بکند. من بارها گفتم اگر اون در بلوچستان نبود، البته حفاظت خدا هم هست، امروز بلوچستان این بلوچستان نبود. در این وقایع اخیر اگر مولانا مدیریت نمی کردن، تلفات ملت ما، تلفات مردم ما
چه نظامیان و انتظامیان و چه مردم خیلی بیشتر از این میشون. همه میان مولانا را ملامت میکنن، ما را با تفنگ میزنن، شما به ما اجازه نمیدهید که ما به طرف اونا یک سنگی هم بزنیم. مولانا اجازه نمیدهد. همیشه توصیه میکند که نظم عمومی را داشته باشید، اموال عمومی را تخریب نکنید، به انسانهای بیگناه تعرض نشود. این توصیه مولانا ریاکارانه نیستند، حقیقی هستند. نه حقیقی هستند. و الله عزوجلال همه ما را حفظ بکند از شر و فساد زمانه، از باسهایی که ما را میخوان منحرف بکنند، از اون خدا ما را حفظ بکند. و این آیه را من گفتم برای اینکه حقوق زن در اسلام خیلی زیاد هست و ما این مسائلی که اگر خدای نخواسته برخلاف شر باشند، نه از مرد و نه از زن اونا را نمیپذیریم. هرچی خلاف قرآن باشند، خلاف شر باشند، جوان ما تذکر لازم دارد و ما تعلیم لازم دارد که ما باید مسائل اسلامی را خوب تعلیم میدادیم. من همیشه گرایمند بودم که این همه فوتبال و این همه سریال و این همه را در تلویزیون ما 24 ساعت وقت جوانان را گرفتیم، اما برای علمای برجسته و بزرگ که نبیان قرآن را تفسیر بکنن، تبیین بکنن، چی اندازه مایه گذاشتیم. وقتی که جوان ما از قرآن، از سنت پیغمبر، از اعمال و کردار پیغمبر خبر داشته نباشد، دیگه هرچی که در جامعه، در تلویزیون و صدا و سیما ببیند، همون را عمل میکند. به اون عمل میکند. من یک سال یک جای جنگ شده بود، من رفتم اینجا، دیدم که ولی نه، جوانان هم دیگر را زدن، شمشیرهای عجیبی داشتن. نه چی هم گفتن، شمشیر جمونگه. ما که وقت شمشیر جمونگه به اون یاد دادیم که جمونگ اینطوری جنگ میکند و فلانی اینطوری جنگ میکند و اینطوری میزند و اینطوری، این جوان ما هم جمونگی میشود دیگر. از اسلام خبر نداره دیگر. الگویش جمونگه، الگویش اوشینه، فلانه، اینا الگو قرار گرفتن برای مردم ما. و ما باید همونطوری که قرآن در برای پیغمبر میفرمایند که پیغمبر از خود شما بود، پیغمبر تزکیه نفس به اونا آموخت، حرام خوری را و اینها را دور کرد از وجود انسان ها، و پیغمبر تعلیم داد اونا را، آیات را تعلیم داد، گفتار خود را تعلیم داد. و این کانو من قبل لفی ضلال مبین، قبل از اسلام در گمراهی بودند، بعد از این پیغمبر آمد گمراهی همه برطرف شدند. ما هم باید این کارا را بکنیم و دعا بکنید برای این عزیزی که این هفته ترور شد و بقیه دوستان و کسانی که فوت کردند. و خدای متعال همه ما را توفیق عمل نیک بدهد. و آخر دعوان